حمله به منزل نتانیاهو بهانه ای برای حمله به اقامتگاه خامنه ای شاهزاده بار دیگر در لباس ناجی ایران ظاهر شد افشاگری خامنه ای از چنگال تیز اسرائیل پنهان شده است درود بر شما فرزندان پر افتخار ایران نگهبانان پرچم سرنگ عشق و امید و آزادی با هم بر سر این پیمان میمانیم که این سرزمین کوهن را از شنگال دیکتاتوری رها سازیم و شعله آزادی را در قلب هایمان زنده نگه داریم در کنار یکدیگر ایران را به سوی آینده ای روشن و آزاد هدایت خواهیم کرد به ایران دیلی خوش آمدید شبکه دوازده اسرائیل میگوید ایران برای ترور نتانیاهو اقدام کرد منظور حمله پهبادی حزب الله به خانه نخست وزیر اسرائیل در قیصری است جمهوری اسلامی باید زین پس تحرکات نظامی اسرائیل را بیشتر تحت کنترل داشته باشد چه بسا این حمله بهانه‌ای در جهت حمله به اقامتگاه رهبری و دیگر مقامات ایران قرار گیرد جمهوری اسلامی با وجود آرمان ها و رویه های بلند وعده داده شده در جایگاه و آلترنتیو سوسیالیسم و کاپیتالیسم جز مبارزه درگیری با استکبار جهانی دفاع هشت ساله درگیری با اسرائیل و ترویج آنها چه دستاورد فرهنگی تمدنی برای بشریت برمغان آورده است در برابر حوادث و بحرانهای متعدد جهان شمول مانند تغییر اقلیم، گسل بین شمال جنوب، گسترش جنگ و ناامنی جهانی و غیره چه پاسخهایی داشته است؟ مگر نه این است که با کویت و عربستان بر سر برخی قلمروهای دریایی اختلاف داریم، با امارات بر سر جزایر در مناقشه بودیم. اختلاف کارکردی در مرز با پاکستان برقرار است. و گاه به تنش و حتی منازعه نیز رسیده است با افغانستان نیز درگیر چندین گونه اختلاف مرزی مانند حقابه، گذر غیررسمی، قاچاق، مهاجرت و غیره می باشیم. با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و در مقیاسی فراگیرتر پنج دولت پیرامونی خزر هنوز در مورد مرزهای دریایی به توافق دست نیافتیم. با باکو بر سر کریدور زنگزور تنش داریم. پس از هشت سال جنگ هنوز با عراق به توافق رسمی صلح در چارچوب پیمان شکوهمند الجزیره دست نیافتیم. چند پرسش استراتژیک در این زمینه به چشم میخورد چرا تقریبا با همه کشورهای همسایه دارای نوعی اختلاف مزمن هستیم و چرا به گونه اصولی پیگیر حل و فصل آن نبوده ایم؟ با وجود اختلاف 360 درجه ای یعنی در درازای بیش از 8000 کیلومتر مرز محورهای پشتیبان خارجی ما چه قدرت هستند آیا ایران قرار است یکی و تنها در برابر آنها بایستد در برابر استراتژی سه امارات و شورای همکاری شامل تعدد در موزه تحول در اقدام و اقدام به زور با پشتیبان فراگیر جهانی که از 27 سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد جمهوری اسلامی چه استراتژی قابل قبول و داینامیکی داشته است کوتاه آنکه نه تنها ایران بلکه حتی توانمندترین کشورهای جهان حتی ایالات متحده به تنهایی قادر به پاسداری از امنیت ملی خود نیستند یعنی احدی از ملتها در تاریخ تنها با اتکا به قدرت مردمی و درونی توانایی کافی برای تداوم حیات نداشتند شاهزاده بار دیگر در لباس ناجی ایران. شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از زیر سوال بردن حق حاکمیت ملی ایران بر جزایر سگانه در نشست مشترک کشورهای عربی خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید کرد که حاکمیت ایران بر این جزایر در خلیج فارس قابل بحث نیست او با بیان این مطلب در رسانه اجتماعی ایکس اقدام مشترک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا را از پیامدهای ضعف و زبونی جمهوری اسلامی دانست و گفت رژیم جمهوری اسلامی با اقدامات خرابکارانه تروریسم و باجخواهی ایران را به انزوا کشانده و جایگاه و احترام ایرانیان را در جامعه بین المللی خدشهدار کرده به طوری که این رژیم ضد ملی اکنون بزرگترین تهدید برای آب و خاک و تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رود. فرزند پادشاه فقید ایران همچنین تصریح کرد شورای اروپا باید برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میداد و از تحریمهای مجدد سازمان ملل متحد علیه رژیم حمایت میکرد اما در عوض با حمایت از انحرافات تاریخ و نقض تمامیت ارضی ایران توسط استعمارگران به مردم ایران توهین کرده است مقام های اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 25 مهر در بروکسل ایران را به اشغال جزایر تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسا در خلیج فارس متهم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تا با توجه به منشور سازمان ملل متحد در مورد لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها به آنچه اشغال این سه جزیره نامیدند پایان دهد. افشاگری محسن سازگارا خامنه ای از شنگال تیز اسرائیل پنهان شده است. محسن سازگارا میگوید برخلاف موارد مشابه علی خامنه ای بر جسد عباس نیلفروشان نماز میت نخوان. پرسش این است که چرا رهبر جمهوری اسلامی در مراسم و انظار عمومی ظاهر شود بسیاری از منابع می‌گویند نه فقط خامنهای و مشتبه بلکه بسیاری از مقامهای حکومتی و نظامی به شدت نگران ترور شدن به دست عوامل اسرائیل هستند. این تحلیلگر سیاسی می‌افزاید مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز هم نمی‌دانند که امکانات اسرائیل برای ترور رهبران ارشد رژیم ایران تا چه اندازه است. و دستش تا کجا میرسد به همین دلیل گزارش ها حاکی از آن است که حکومت در حال تغییر دستورالعملهای امنیتی است سازگارا تصریح میکند این روزها خامنه ای را تا جای ممکن در پسو نگه میدارند چون نمیدانند توانایی و اطلاعات اسرائیل برای ترور خامنه ای چقدر است امروز با چرخاندن جنازه عباس نیلفروشان که در لبنان کشته شده بود این جنازه به مشهد رفت و در اونجا علم الهدا امام جمعه مشهد بر او نماز میت خوان و برخلاف موارد مشابه خامنه ای بر او نماز میت نخون در حالی که در تهران یا در تهران می توانست این کار رو بکنه یا حتی به مشهد بره این سوال به طور جدی مطرح شده که چرا خامنه ای در مراسم عمومی و انظار عمومی ظاهر نمیشه یا در این کار مشارکت نمیکنه علی رغم اینکه در نماز جمعه آمد یک بار با همه تدابیر امنیتی و خاص نشون بده که نمیترسه از اسرائیل و ترورهای اون اما بسیاری منابع معتقدند که این روزها نه فقط خامنه ای و مجتبا پسرش بلکه بسیاری مقامات ارشد نظامی و حکومتی هم به شدت نگران ترورشون از جانب اسرائیلی ها هستند در واقع مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نمیدونند که امکانات اسرائیل برای ترور رهبران ارشد نظام جمهوری اسلامی تا چه حد و دستش تا کجاها بازه به همین دلیل هم اخباری که میرسه ها که از این نیست که تقریبا تمام پروتکل های امنیتی رو دارن عوض میکنن از پروتکل های امنیتی جابجا جا کردن شخصیت ها تا تمام دستگاه های الکترونیکی که باهاشون تماس دارن همینطور پروتکل های حفاظتی تعویز بسیاری از محافظین و غیره و خلاصه حفاظت اطلاعات کل افتاده وسط و نه فقط اعضای خود سازمان های اطلاعاتی رو داره سینجین و بالا و پایین میکنه و حسابی دارن همه چیز رو قربال می کنند بلکه در واقع با کمک دستگاه های اطلاعاتی تمام وسایل الکترونیک و غیره رو دارن بازبینی می کنند اگرچه به قول یک ظریفی که می گفته، حالا باید ببینیم چقدر معمور اسرائیل داخل حفاظت اطلاعات بیرون خواهد زد ولی اون چه که واضحه این است که این روزها خامنه ای رو تا اونجا که ممکنه در پستو نگه می دارند و چون نمی دونند امکان اسرائیلی ها در چه حده ترجیح میدن که او در انظار عمومی ظاهر نشه بخش دیگری که می تونه به همین اندازه مهم یا از اون مهمتر باشه اخباری است که از وضعیت سلامتی خامنه ای میرسه او که کسانی که در اندرون او رو دیدن میگن که حال زاری داره و به خصوص بیخوابی او در شبها که با کلی قرص و دوا سه ساعت چهار ساعت بیشتر نمیخوابه تشدید شده و همینطور احتمالا بیماری های دیگه یعنی یکی از دلایلی که احتمال داره به همین دلیل همونطور که در برنامه های قبلی عرض کردم دنبال این نیست که الان این روزها مجتبا کارها رو تصدی کنه و او رو بیاد در رأس قرار بده اما اینکه چرا وضعیت عصبی او که همیشه خراب بوده و روانی او که همیشه پریشان بوده پریشانتر شده کاملا قابل فهمه برای اینکه خامنه ای در واقع یک شکست همه جانبه خورده و بسیاری رؤیاها و ادعاهاش فرو ریخته او که در عرصه داخلی آرزوی یک دست کردن حکومت و بر تخت نشستن و فرمان راندن رو داشته اکنون با مقول مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه پشت کردن اکثریت مردم و شکست کامل یک دستسازی حکومت از یک طرف از طرف دیگه با پشتک و وارو زدن آوردن پزشکیان نه فقط مشکلی حل نشده بلکه تضادهای داخل حکومتش هم تشدید شده و دوست بازار کشور که دوستهای موجود حرفش رو هم گوش نمی عملا در جبهه داخلی یک شکسته همه جانبه خورده اما در جبهه خارجی وضعش از این هم بدتر غیر از کشوری منزوی مشمول تحریم و سفر دوره‌ای که وزیر خارجش میکنه عملا همه جا به دیوار بسته میخوره و عادی سازی روابط با اروپا و غرب بهتر نشده که بدتر هم شده تحریم های جدید هم اضافه شده اما شکست اصلی او در منطقه است که حماس و جهاد اسلامی زیر ضربات خورد کننده اسرائیل قرار گرفتند که عملا کارکردشون به عنوان کسانی که یک حکومت دستشون بود یک سرزمین دستشون بود منتفی شده و ماکسیموم تبدیل به سازمان های تروریستی آواره خواهند شد و حالا نوبت حزب الله که ضربات سنگین اسرائیل به حزب الله لبنان بدون وقفه ادامه داره جالبه که امریکایی ها هم که جمهوری اسلامی دنبال این بود با پیغام و پسخام و پشت پرده که دست اسرائیل رو جلوش رو بگیرن به ایران حمله نکنه راه برعکس رو رفتند و نه فقط سیستم دفاع موشکی تاد رو به اسرائیل دادند برای اینکه خلعه های سیستم دفاعی او رو پر کنند اون هم با به فرستادن صد نظامی امریکایی به اونجا بلکه دست او رو در حل مسئله حزب الله و تعیین تکلیف با حزب الله باز گذاشتند و امروز اعلام شد که سه فرد و چهار شرکت لبنانی رو هم که با اسامی دیگه در واقع عضو حزب الله هستن به حزب الله کمک میکنن و در قاچاق مواد مخدر به خصوص کاپتاگون که به قرص جهادی معروفه و تولید جمهوری اسلامی سوریه و حزب الله هست و حوزی اصلیش در دست حزب الله و یکی از منابع درآمدی چندین میلیاردی هم در سوریه هم در نیرو قدس سپاه و در و هم در حزب الله لبنان هست تو امریکایی ها اداره خزانداری اعلام کرد تحریم کرده و در دلایل تحریم غیر از قاچاقچیگری و تولید کاپتاگون آورده که از منابع مالی حزب الله هستند و همینطور افراد رده بالای دولت سوریه هم در اون حضور دارد جالبه که سیاست خارجی و این بحث های نیابتی منطقه فقط حزب الله نیست که اکنون امریکایی ها حمله به منابع مالیش دارن میبرن همزمان با حملات نظامی سر بلکه این مشکل در رده های بالای دولت سوریه هم پیدا شده و بخش از زیر به اصطلاح بار جمهوری اسلامی دارن شونه خالی میکنن از جمله خود بشار اسد هم در همین رده ها قرار داره در عراق هم هشت و شعبی عراق دچار یک شکاف بزرگ شده طرفدارا و نوکران جمهوری اسلامی و کسانی که میگن باید استقلال داشت و این اختلافات عملا تا الان شکافش دوخته نشده خبرهایی میرسه که در حوسیهای یمن هم اختلاف ایجاد شده به حال ضعیف شدن مالی جمهوری اسلامی و سلکون شدن سلاح پول پاشی جمهوری اسلامی عملا تمرد رو در این نیروهای نیابتی هم افزایش داده به این خامنه ای در واقع در سیاست 35 ساله ساله برکه 45 ساله جمهوری اسلامی برای ایجاد سازمان های تروریستی در منطقه و ابزارهای این گونه هم دوچار بحران بزرگ و شکست اما شکست بعدی در حوزه نظامی است و اون که دلبستن به موشک و توان موشکی و نشان دادن تیغه چاغوی موشک که باید گویی سلاح برنده اوست عملا در دو ای که به اسرائیل کرد کندی اون معلوم شده و حالا نشسته نگران حمله اسرائیل حمله که عملا آسمان ایران بیدفاع و روزها آخرش هم حاضر نشدند که سیستم پیشرفته تر S-400 رو به جمهوری اسلامی بدن انبار موشکیش رو در عوض خالی کردند و سیاست وابستگی به روسیه عملا به جای رسیده که خامنه ای رو به شکل یک عروسک دست و پا بسته در میدون رها کرد منطقه خاورمیانه شاید امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آشوب مرگ شده باشد و هر لحظه بیمان می رود که آتش درگیری ها به مناطق بیشتری تسری یابد. چنانکه که ظرف کمتر از یک سال از درون غزه به داخل لبنان گسترش پیدا کرد. دور جدید خشونت که منطقه را متاثر کرده با یورش اعضای گروه هک تروریستی حماس به خاک اسرائیل در اکتبر سال گذشته آغاز شد که اقدام تلافی جوانه اسرائیل را در پی داشت و چرخه تازه ای از خشونت به کار افتاد. سران حکومت اسلامی در ایران که از ابتدای قدرت گرفتن سال 1357 با تشیز و تسلیح کردن گروه های شپ نظامی در سراسر جهان در پی فتن بودند. این بار نیز فرصت را مقتنم شمردند تا به مدد نیروهای نیابتی خود در لبنان و یمن سطح تنش ها را بالاتر برده و بر بقای خود که از ابتدا مبتنی بر تنش و نظامی گری بوده بیافزایند حکومتی که دکتر شاپور بختیار به درستی از آن به فتنه خمینی یاد کرد و مأموریت ویژه آن را دقیق نابودی ایران دانست که از بدو شکلگیری به بهانه حمایت از مستضعفین به تسلیح و ایجاد گروهکای تروریستی در نقاط حساس جهان پرداخت که با شکلگیری نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این رویه شتاب گرفت و شاخه برونمرزی آن موسوم به سپاه قدس عهدهدار اقدامات ایزایی در خارج از مرزها شد تشکیل گروهک تروریستی حزب الله نیز تحت آموزش های نظامی پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت و دهه های بعدی به ویژه تحت فرماندهی قاسم سلیمانی شبکه‌ای انکبوتوار در نقاط مختلف خاورمیانه و حتی خارج از آن پیدا و پنهان شکل گرفت ملوس به سبب زیاد روی در اقدامات گروهک های تروریستی در خاورمیانه دولت های درگیر دست به اقدام زدند که مهمترین مورد اخیر حذف سلیمانی معتمدترین ژنرال سید علی خامنهای در عراق در پی اقدامات تروریستی شبه نظامیان تحت امرش در این کشور علیه منافع آمریکا بود با حذف سلیمانی که به نوعی این شبکه را در منطقه اداره می کرد شرایط متزلزل شد اقدام تروریستی سال گذشته حماس که از بدو شکیری از حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بهره می برد به اقدام نظامی گسترده اسرائیل تا حد حذف رهبر آن اسماعیل هنی انجامید از سوی نیز حزب الله لبنان به گمان اینکه اسرائیل توان مقابله همزمان با چند جبهه را در آن واحد ندارد جبهه جدید در مرز مشترک لبنان و اسرائیل گشود که این بار نیز اسرائیل در اقدامی بی سابقه بالاترین سران این گروهک را که پیوسته شعار جمهوری اسلامی برای محو دولت اسرائیل را دنبال می کردند از میان برداشت هرچند حذف این سران تنش موجی از خوشحالی را در سراسر خاورمیانه و به ویجه ایران برانگیخته است اما تکانه های آن با مخاطرات خود همراه بود و غیرنظامیان زیادی در این میان چه در غزه چه در لبنان قربانی متمایع سران جاه طلب شدند آنچه در وضعیت کنونی مایه نگرانی است گسترش بیشتر دامنه جنگ در خاورمیانه در راستای آرزوی دیرینه سران جمهوری اسلامی برای به جا گذاشتن زمین سوخته است. شعله ورتر شدن آتش جنگ حاصلی جز کشتار بیشتر مردم بیگناه نداشته و دمیدن سران جمهوری اسلامی ایران در این آتش صرفا تمامیت ارضی ایران را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل یک اقدام غیرقابل قبول و محکوم است که نه تنها باعث تشدید تنشا در منطقه می شود بلکه به تضعیف موقعیت ایران در عرصه جهانی نیز منجر خواهد شد این رژیم با سیاست های جنگ طلبانش نه تنها امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند بلکه تمامیت ارزی کشور را نیز به خطر می اندازد. رژیم مسلط بر ایران به جای کمترین توجه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم با دامن زدن به درگیری های نظامی بر تشدید بحران ها و آشفتگی های اجتماعی در منطقه می امری که نشان دهنده ماهیت حاکمیت آخوندی است حاکمیتی که از بد و پیدایش به جای که در مسیر سیاست صلح آمیز و سازنده با کشورهای همسایه قرار گیرد به خصومت با آنها روی آورده است و باعث تنش و جنگ از سوی آنها شده است ماجراجویی های رژیم آخوندی تحریم های بیشتر علیه ایران را به دنبال آورده است تحریم هایی که نتایج جان آن را ملت متحمل شده و می شود ادامه به این گونه سیاست در واقع راه سوء استفاده را به روی نیروهای نظامی و شبه نظامی توسعه طلب و نجات پرست گشوده است ملت صلح دوست ایران سزاوار صلح پایدار و برخورداری از ثبات است و نباید قربانی جنگ افروزی های رژیم قهقرایی و تهاجمی شود سپاس که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید تا دیداری دوباره همچنان به مبارزه برای آزادی و رهایی از چنگال دیکتاتور ادامه می دهیم. با ایمان به آینده ای روشن و اراده ای استوار نور امید را در دلهایمان زنده نگه می داریم. پاینده و پیروز باشید.